اینا مهم عزیزانا. من به این میگن آقا بیور در مورد مهدویت صحبت کنم، میگم آقا 90% این دل باید درست بشه درست میگم برام. مگه میشه تا آدم جهاد اکبر نکنه بیاد توی این عرصه ها جولون بده و مردم به سمت مهدویت بکشونه؟ مثال های من دارم از آدمایی که بدون استاد زدن به خط و الان چپ کردن بدجور. دختر خانمی که خواستگارش رد کرده، خانوادش تماس گرفتن، آقا ما متوجه شدیم، میگه خواستگار اصلی من امام زمانه. من پسری که پدرش رو چاقو تیکه تیکه کرد با این استدلال که پدر من از یاران دجال و از دشمنان امام زمانه جد. اصلا شیطان شما رو میکشنه به عرصه وهم. چرا؟ چون این تنابی دستش نیست عزیزم. هم استاد اخلاق عرض کردم، هم استاد چی؟ متخصص تو حوزه من. فلان منبری سخنران خوبیه، منبری خوبیه، اما الزاماً تو حوزه مهدویت ممکن تخصص نداشته باشه ها. برید به متخصص تو حوزه مهدویت رجوع بکنید، بعد ارتباط داشته باشید. وظیفه این آقایان هم هست که به این مراجعات چکار بکنن؟ پاسخ بدن. وظیفه حوزه است پاسخ بدن. اینا خطره. این چیزی که من واقعا انحرافات که من دیدم از همین جا بود. شیطان در من شما وهم به وجود میاره. دو بار برای من رایفی بود در ماشین رو ببندن و باز بکنن، استاد استاد کنن، دکتر دکتر کنن، توهم میزنی به خدا قسم، قاطی میکنی، میگی لابد خبریه. نکته دیگه که میخوام محضرشون بزرگواران عرض میکنم که خیلی 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 کلیدیه اینه که آقا امام صادق علیه السلام فرمود شیطان فقط با شیعیان ما کار داره. از طرف دیگر تو بحث صراط مستقیم ما داریم روایت که نحن صراط مستقیم، ما این اهل بیت میفهمم، امیرالمومنین فرمود انا صراط مستقیم. شما بیرون این صراط باش، هر جایی میخوای باشی باش، هر کاری میخوای بکنی بکن، شیطان باید کاری نداره. فهمید چی شد؟ بیرون این صراط نماز بخون، کارت نداره، برو خون. بیرون این صراط دور خونه کعبه انقدر بچرخ تا سرگیجه بگیری، کارت نداره. اصلا یک جاهای نماز صبح بیدارت هم میکنه. بیرون این خب شیطانم به اندازه انبیاء صراط مستقیم رو بشنست. قرآن میگه لعقعدن علی صراط، لعقعدن نسته تاکید داره دیگه، من سر صراط نشستم. پس صراط رو میشنسته نشسته، ببین اینجوری نشسته گرفته رد بخواد چون لگه دست و پاش رد بشه. کارت هم داره، تجربه هم دارم، چطور نگات که میکنه براندازت میکنه، میگه او این چقدر شبیه اون بابایی که 2347 سال پیش زدم زمین، انقدر از این آدم ها این کله پا کرده، تا نگامون میکنه میگه او این تمام کارش. مثلا نمیشه از این صراط بی حبل الله المتین پیش رفتن. باید به قول اون شاعر، حالا شعر دیگه، یک دست جام باده و یک دست زلفیار، یک دست قرآن و یک دست اطرت، رجوع به عالمش و متخصصش و پیش رفتن توی مسیر، وگرنه خراب میکنه. جایی میرسه که شیطان انقدر استادانه پیش میاد، عرض کردم نمیدونم برای آدم اون زمانی که بگه عرق بخور که اینجا لازمه بمونی، مثلا تو مشهد سایتی رو بگردونی یا کانال تلگرامی رو بگردونی که کسایی که دارن میرن اربعین به اون رجوع میکنن کارشون درست باشه. چنان عشق و شوق اربعین میندازه به دلت که بیا ببین، که لحظه خود میگه من منم برم در خیل عظیم این کسانی که بیا ببرم. اینجوری تو رو رده خارج من. خب این سایتی که برید خب الحمدلله تازه شده شبیه 30 میلیون آدم اینجا دارن دارم میرم. بین دوتا خیر مخیرت میکنه، اونجا باید نگاه کنی ببینی برای تشخیص رادوس ببینی کدام نور بیشتری داره و نفست کدومو کمتر میخواد. همچی شد؟ یعنی دوست داری بری پیاده روی عربی، همچی شد؟ دوست داری، یعنی دلت میخواد. میگه اونجای اونی که دلت میخواد انجام نده.